چیکار داری میکنی؟ خونده این مسابقه. آقا این چیه؟ برادر من این سک بس... این اصلا اینو بذار، این اصلا خرابه. این چیه برادر؟ میخوایم 24 ساعت بریم تو ماشین. خب لباس لازم داریم. خب لباس مثلا خواب آقا آجی، ما هر وقت میریم مسافرت چمدون من بیا باره بابا اینو، این کافیه. بابا میخوایم 4 تا بعد خوراکمونه که میخوایم بگیریم. لباس چی میگی؟ لباس دیگه با همین لباس تا 24 ساعت دیگه عوض نمیکنی. من مثلا شب با لباس خواب تنم بکنم، مثلا لباس راحتی. از کجا میخوای لباس؟ مگه اتاق پرو داری؟ امروز قراره با بهار 24 ساعت چی؟ اون چیه؟ آره اونو میشه بیاری، من خودم اونو برای زیرپایی تو ماشین. تو غلط میکنی. باشه دیگه. شبیه دول چیزه. آقا امروز قراره با بهار 24 ساعت توی ماشین جدیدمون. بچه ما چون دو نفر تنهاییم و فیلم بردار و نمیدونم کسی که بخواد با همون بیاد بتونه از ماشین پیاده بشه نداریم، یه کاری که میخوایم بکنیم اینه که الان بچه شد باورتون نشه پشماتون میریزه. الان دقیقا ساعتو ببینید 5:20 شب صبح ها، 5 یعنی ساعت 5 صبح و ما الان داریم چالش از الان شروع میکنیم. داستان اینه که بچه ما الان میریم یه هایپر استار شبانه روزی و هر چی توی 24 ساعت توی ماشین، شام، نهار، صبحونه، تنقلات، هر چی نیاز داریم رو میخریم و بعد از این که تمام اونا رو خریدیم میریم تو ماشین رو شروع میکنیم زندگی 24 ساعت تو ماشین رو، چون کسی رو نداریم مثلا یهو همون لحظه بریم مثلا یکی از رستوران بگیره برامون بیاره بتونه از ماشین بره بیرون. برای همین ما این قضیه رو این شکلی انجام میدیم دیگه. خب چی کار داری میکنی؟ فلکس هم بریم. فلکس چرا؟ چای نمیخوایم. او آقا بذارید این غذای دیشب رو بهتونشون بدم، خیلی دلم واسه شو تنگ میشه. امیدوارم تا فردا که البته خراب نمیشه من اینا رو باید بیام بخورم. بچه من عاشق میرغم، وای خریشت میرغ. این مونده برای غذای بعدیم، فردا میام میخورمش. آقا من بدون سیستمم نمیتونم یه روز تو ماشین تمام. لپتاپ برای چی؟ بابا ول کن با گوشی اینا دیگه، لپتاپ چیزی نداره، لپتاپ خالیه. حاجی دلم برای این ذات تنگ میشه عزیزم، قربونت بشم. من برمیگردم یه روز دیگه، برمیگردم دیگه، نگران نباش. بابا لپتاپ نداره چیزی. اسکول شدی؟ آقا لپتاپ به درد نمیخوره. من الان اینو چیکار کنم؟ تو ماشین میخوای باش چیکار کنی؟ شارژم نه. این به درد نمیخوره. لپتاپ میذارم سر جاش. نه بابا اصلا نه شارژ داره نه چیزی توش ریختیم. لپتاپمو کم مونده لپتاپ میذارم صاحب شه. ایچی. آقا ما داریم آماده میشیم، وسایلی که میخوایم برداریم و چی شد؟ و بریم ببینیم چه خبره. دادو اینم شارژ شد. داداش این من که چای اونقدر نمیخوام تجیلی. نه از این بهت نمیدم. ها چه حال این داد دمه 84 درجه یعنی 16. میخواست اینو بیاره آجی، نگاه کن قشنگ میری یه هفته باش چای میخوری. این رو بکنیم بجد. چی هست؟ تو نمیتونی با اون آخونا. هی بابا بچه ها ما الان تو پارکینگیم، شروع استارت این قضیه. البته میگم که هنوز باید بریم خرید، ولی از اینجا دیگه حرکتمونو صدای ماشینو بگیر. اوکی آقا ما دقیقا 15 دقیقه دیگه میرسیم اینجا رو نشون بده به بچه های عزیز. 15 دقیقه دیگه میرسیم اونجا و الان توی اتوبانیم. عرضم به خدمتتون که بهاره عذابمو خورد میکنه، الان من تصادف میکنم میمیریم. خفه شوا با بهاره. اتفاقا بهاره باعث میشه که تو حس خوب تری داشته باشی نسبت به این زندگی. قصد جفا نکنی من بکنی با دل من با دل من یا دل تو یا دل من. میلاد از اینجا خیلی خوشگله. آره نیا کن سوشیت. آره نیا کن هوا هم خدا رو شکر بچه امروز تمیزه واقعا. اینجا هایپرمارکت دورناه شبانه روزی و بچه ما اونجا اجازه فیلم برداری نمیدم، حوصله هم نداریم. هی مسخره.
کنسرت اومدی؟ آقا ما میریم وسایلی که واسه و غرجید دیگه نمیاد. وسایلی که واسه یه روز نیاز داریم و کامل میگیریم، تصمیم بگیریم اونجا خیلی چیزه. بابا نکنید. و بریم همه چیو بگیریم بیایم تو ماشین بتون نشون میدیم چیا گرفتیم و قراره چه جوری استارت این قضیه بخوره. فکر کنم دقیقاً الان ساعت 5:49 دقیقه است. نمیدونم دیده میشه یا نه. دقیقاً ساعت 6 فکر کنم چالشمون شروع بشه تقریباً. آقا بریم ببینیم چیا گرفتیم. کیک هم گرفتیم. این حالا اینا تنقلات و میان وعده و این داستان ها سر و حوصله مصرف. برای صبحونه که همین الان میخوایم بخوریم، نهار، شام دیگه خرید کردیم. البته بچه من خودم الان شاید باورتون نشه گوشم هم بود میخواستم همبرگر بگیرم، یارو گفت داداش الان کی میادن بگیر، برو کله بزی و بلان. اینو من برای صبحونه خریدم، اینو من گرفتم بچه ها. توش مرغ گیلی شده با پنیر و این داستان هاست. ها بهار برای صبحونه چی گرفت؟ بهار بچه ها برای صبحونش اینو گرفتم، پنیر گرفت با نون، نونم که اینجا. نهار دوتا هم یکیه، هر دوتاش از این هاست بچه ها. ساندویچه آره این شکلیه بچه ها. توش دقیقا دوتا هم گرفتیم، یکی برای من یکی برای بهار. برای نهار آفرین. آره شام بچه ها با هم تلفیقی گرفتیم، دو تا کتلت بچه ها، 4 تا از این رولای پیتزا، رول پیتزا اینا خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه. 4 تا از اینا گرفتیم بچه ها. ماست قفقازی توش مغز زیتون، توش زیتون و مغز پسته و بادوم و از اینجور چیزا داره، انقدر خوشمزه، خیلی خوشمزه، نمیتونین باورتون بشه بچه ها. دلمه دونم هست این داستانا. سعیدم یه نوشابه گرفت واسه نهارش. آره یه نوشابه و دو تا هم چیپس و چی کرانچی و پاستیل و این صحبت ها. خلاصه که بگم با اون کیکی که حالا بهار هم نشون داد اولش، کل آذوقه ما واسه امروز توی ماشین. از همین الان ما دیگه حق بیرون رفتن از ماشین نداریم. بریم یه جای خلوت واسه صبونه که صبونه رو بخوریم و داستانا دیگه. بریم آقا بریم. حاجی چقدر صبح زود چیزه، هوا خوبه، هوا باحال، یعنی ما چون اکثرا صبح رو خب نمیبینیم و این حس تازگی روزه. البته اینم بگم امروز که هوا واقعا تمیزه، روزایی که هوا کثافته واقعا این حس رو نداره. بچه یکی از مشکلاتی که دنا داره هیچ جایی واسه لیوان نداره. البته هی اینجا داریم، ها این عقب داریم. روکش خورده، روکش رو در بیار، نمیخوام این روکش داشته باشه اصلا. اینو بگی من در بیارم. چرا باید روکش باشه؟ پاره شد، صدای پاره شدن اومد. آره چقدر کیفیت این چش گوه. نه چای نمیخوام. اوکی خوبه اینجا اومد. فقط زیاد بون نون. به به چیز باحالیه این ساندویچ بچه. جاتون خالی، صبحونه میزنم نونشم. دوست داره خودش؟ دوست داره. میخوایی دوست داره؟ آره. آقا خواه خواه نزد جزی میگی؟ بچه مزدوش به شایان نزنگ میزنیم چی بگیم؟ ارزش 5-6 صبح بگیم شایان چه پاشو پاشو شایان من بر نمیدارم امتحان شرط ببندیم. چرا باید بنده خدا رو اذیت کنیم؟ شایان همش 100 بار زنگ میزنه وقتی ما خوابیم. بازم میگم باشه. ببین من یه سوال معلوم میخوام بپرسم، وقتی به یه آدم زنگ میزنی اون آدم جواب نمیده، خب قطعا شمارهت میفته رو گوشش و اگه اون ببینه زنگ میزنه. شایان اینطوریه که زنگ میزنه یه ساعت دیگه زنگ میزنه، دوباره 2 ساعت دیگه زنگ میزنه. نه خواهش اینجوری بود، من زنگ میزنه جواب نمیدم 5 دقیقه بعد دوباره پنج دقیقه. خب بچه های وضعیت ما رو ببینید این وسط. چای بر خودش بر ریخته، اینم تیکه دوم، خیلی خوشمزه بود و زیادم بود. چقدر شد؟ 175,000 تومان. یا قرآن چه گرون. بچه ها من هیچ وقت صحبت بیدار نمیشم، بیدارم بشم عصبانی هم و خیلی عصبانی میشم. میدونی چرا صبح زود وقت بیدار نمیشی؟ چون همه آرزو میکنن که بخوابی. میام بچه آجی نور رو نگاه، میبینین؟ نور در اومد، آفتاب در اومد. ما صبحونه رو زدیم آقا،
من چقدر گوشنم بود بچه‌ها. من بچه واقعا پنیر با چای خیلی چسبی، چون خیلی کم پیش میاد که من بتونم بشینم صابونه بخورم. حاجی چه هوایی، به خیلی هوا خوبه، هوا نه خیلی سرده. یخ زدم حاجی، این تا اتوبوس رد شد. و حاجی فکر کن سر صبح میای بیرون این آهنگ هم میذاری. من هم با دلت جایی دیگه یه روزی نمیدونم دیده بشه یا نه، ولی دیده نمیدونم دیده نشده کنم، ولی داشت غیر میداد یعنی بوی خوب میده هوا. آقا بریم یکم رانندگی و سوسیالک و سوسیالک درسته یه چوسیالک بیاره یا اون یکیه قبضه دیگه مهاجر سفر سلامت اما گل شاخه های دوری چه خوشی دار. من یه چیز تعریف کنم. آقا من تعریف بس خودم بگیرم. آقا سعید به ما گفت که بچه بار دودی ماشین خیلی زیاده، کسی تو رو از پشت نمیبینه. من خب گفتم کسی من نمیبینه دیگه، یه ماشین تیباه. بعد من تو ماشین بودم، یه سری بچه مثلا دختر بچه 10 ساله اینا هم تو ماشین روبروی بودن و من رو بودم واسه شمون شکلک در بردم و زبون درازی کردم، شیشه رو داد پایین به من فوش رو. من بهش گفتم که چرا باید فوش، دوباره من فکر کردم مثلا با من نیست چون یه ماشین دیگه هم جا بود، دوباره مثلا بهش زبون درازی کردم به چشمک زدم فوش داد، قشنگ گفت اوه دختر شالابی، به همینطوری گفت. یه دقیقه منو بگیر بچه تو اول شکلک در آوردی اون بیاد شکلک چی در بورا بچه ها. دودی تیبا درصدش حالا دقیق نمیدونم چند بود، ولی دودیش جوریه که از بیرون اگر نگاه بکنی یه چیزایی یعنی میبینه طرفو، خب قشنگ معلومه. همون موقع که این بچه ها رو دیدن خیلی بامزه بودن، من با سعید گفتم سعید دودی ماشین در چه حد؟ نه نگفتی اینو، تو گفتی ماشین دودیه یا نه؟ گفتم آره گفتم شاید ماشین دودیه دیده نمیشیم، گفت آره دیده نمیشیم. وای این آهنگه خیلی بده. از دست من میری، از دست بچه یا آهنگی براتون آماده کردم، یه تیکایش خواننده میخونه، یه تیکایش هم من میخونم براتون، یعنی اضافه است، خواننده دیگه نتونسته بذاره. پای تو گیرم دونم اون رو وجودم چی شد، اصلا عصبی شدم. چرا؟ چون تو اینجا جا قیامه باره وقتی اون حرف رو بهش گفتم گم شو از من فیلم نگیر. نمیدونم چی شد بهاره رو دیدم، یه دلم لرزید به خودم من ریدم، هرچی که میدیدم انگاری واقعی نبود و من هرچی میدیدم ما دیدم از تو من ترسیدم من به خودم ریدم. میدونی چرا وقتی تو ریدم به خودم ریدم؟ نه میدونی وقتی چرا تو رو دیدم به خودم ریدم؟ چون بهت خندیدم، ناگهانی دیدم که تو رو من دیدم اما به خود من ریدم. همش میلونبونی همش چه خوشمزه است. بچه عاقبت کسی که به حرف زنش نکنه اینه، چیزای خوشمزه. بچه شما حالا شاید خیلی وقته من خودم که علنا جایی نگفتم، نه استوری کردم نه تو ویدیو اینا، اگه دیده باشید بچه من گوشیمو عوض کردم و گوشیمو دادم به بهار، گوشی قبلیمو S23 اولترا داشتم سامسونگ، که اگه خاطرتون باشه بچه‌هایی هم که میدونن توی دوناتون من گرفتم، دقیقاً وسطای دوناتون بودیم که S23 رو گرفتم. اینجا میخوام از این گوشی که جدید خریدم بهتون. آقا من یه سوال، من فیلم بردارم اینجا. بله گوشی Z Fold 5 دین 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 دین
یه چیزی راجع به گوشی بگم بچه ها، این کاملا کاستوم شده این گوشی اپ ها، مثلا این استارو که وا میکنم ببینید کاملا شبیه دسکتاپ باز میشه، یعنی اپ های دسکتاپ. بعد خب این استاگردی باش فوق العاده است. خب حالا این بکنم اینجا رو ببینید بچه ها، کرومش کلا مال دسکتاپ و ویندوزه، کروم ویندوزه، تبا اینجوری وا میشه و عملا من خیلی کارم توی کارهای یوتیوب و کارهای اینا خیلی راحت شده. خلاصه خیلی چیز باحالیه، تلگرام هم به همین صورت و کلا خیلی چیز خوبیه. خلاصه خواستم از بیکاری در بیام و اینو بهتون معرفی کنم، چون خیلیاتون پرسیده بودید سعی گوشی چیه. مشکل نبرز What's your Bugatti؟ آه بچه پشت دوربین گفت فاک یو. فکر کردم نمیگم بچه ها. داری ماساژ کوب نشون بده بچه جیر ماساژ میده؟ نه کل دستگاه رو بیار نشون بده. ببینید دست نکن، گفتم نشون بده. آه اینجوری بچه ها میچرخه مدای بادگلو میزنی، مدای مختلفش هم نشونه بچه ها بده. نکن اونجوری شبی قرمز بچه گرم میشه، آبی میشه، آبی میشه دوباره قرمز میشه. خب حالا چی؟ الان اینطوری میچرخه بعد دیگه نمیچرخه. ها بعد اینطوری میچرخه. اوه درست بذار اونا قشنگ دستاش ما. داداش چیز داری توی چیز؟ تو کلت؟ آقا اونو آفرین نگاه دستشو میماله به شیشش. خدایا اینطوری؟ خدایا زهرمانی چی بازو خدر داری تبدیل میشی؟ داداش حریم شخصی. داری چی میبینی؟ شورت یوتیوبم. شورت یوتیوب پای تخته؟ چه ربطی داره چی بخواد میزه؟ چی؟ چرا شبا قیب میزنه؟ قیبت میزنی با آوازی کنی؟ بچمنه. بچه اونجای قبلی که بودیم خیلی آفتاب دوباره اومد زد تو چشم چالمون، اومدیم یه جایی که ساختمون یکم داره اینجا میتونیم زیر سایش باشیم و اینا. الان باز بهتره، الان یه خورده، البته الان اینجا یه خورده بهتره، اینجا یکم آفتاب از پشت میاد ولی تو چشمون نمیخوره. بهارم که این خپل ما خوریده. بذارید تست کنم ببینم. گذابت عوضی قبلو احمد سعی گذابت من پشتده. خیلی عشقالی. خب بچه ها واقعا فیلم گرفتن 24 ساعته خیلی چیزه و البته اینم بگم بچه ها این نکنید. ایمان زنگ زد عرضم خدمتتون که ایمانم گفت من بهش همینجوری پیشنهاد دادم، گفتم کجایی هستی فلان اینا، ایمان گفت من بیرونم. کجایی فلان اینا، گفتم آقا ما ویدیوی میای حالا؟ بعد گفت آره. هنوزش نگفتم ما چه ویدیوی میای حالا. بعد آجی ایمان بیاد در قفه. بعد آره حالا گفت من میام سمتت، گفتم بیا اینا. ایمان 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 پرنگ چیه؟ تمام شد. باز میشه که با ما ویدیو میدونی اصلا ویدیو اون چیه؟ 24 ساعت تو ماشینم نمیتونیم بریم بیرون. خاک تو سر. آقا من الان تو چالشم یا نه؟ بله دیگه تو الان دیگه الان تو فردا باید تو پیش بیرون. بابا تو گار نه هم میخواستی نه یعنی چی بابا؟ بهم درم بگیره اینجا، بهم قضا بدیم، درم بگیره اینجا. نه از شما ویدیو بگیرم. چجو برمیگرده؟ تو هم گوشی نده یه قضا خوردی؟ نه گوشم نیست. چجو برمیگرده؟ سه بار بزن نمیدونی؟ اینو یا اینو؟ نه همون راستی. آره راستی این آره. چپ میشه چپ. تو میخوری؟ نه نه تو منو سعی با هم میخوری. آره میخوری اگه گوشنده بخور. ما زیاد گوشنده نیست، بس شب هم خیلی شام داری. آره بی باش. واقعا الان 24 ساعت میخوای تو ماشین باشی؟ سرویس نشوی تا الان؟ نمیبینی من واقعا بدم نمیاد ولی من که خیلی خوب الان میخوام این چه ماشین خوبه. فقط مثلا اگه سرم زنگ داشته باشه خیلی خوب. ما بغض هم زنگ زد به من. یکم یه دلغک گوش کن کاندن. وقتی دلغک میفهمه تو خارج 5000 دلار بهش پول میدن ماهیانه. صبح یه مرغ گیر شده خوردم انقدر خوشمزه بود. میاری صبحانه من چی بود؟ پرخامه با چای هنوز مونده میخواه؟ نه بزن من هم گوشتم میجاده. دختر که چیز؟ کبریت فروش؟ شام داریم که شامی چی؟ بزن به نشون بدم شاممونو. دیدم یه سه چیزه اونجاست. این ماسه خوشمزه دولمه یادته؟ کترت دولمه رول پیتزا. آجی صبح که داشتیم میومدیم سر شیشونی یه مرد برخوش آهنگ دست رو بردار دارم ایمان نمیبینه. نه من که میبینم چیز نمیبینم. خب نه چیزی نه همه یه مرد آهنگ گذاشته بود داشت میرخصی پاس خواهد. تو کجا بودی؟
خونه. تو من نمیدی بیرونه. نه من هم بیرونه. یه خبیه تو هلت دستوی چون نمیخنده چون نفهمیدم چون نفهمیدم چی گفت حتی الان دستوی مسجوی چی کار میکنی؟ دستوی نمیگیره دستوی نه بگیره نه دستوی رو جدن اتفاقا من داشتم زور بهش فکر میکردم بهش فکر میکردم دستوی رو تا الان دستوی نگرفته جدی چی کار کنی دستوی رو قبلش هم فرمید دستوی آره سو منم هم دستوی چه ربطی داره حاجی الان که ایمون گفت آب هست اون پاش آب بده دستوی رو چی کار کنیم آب کجاست آب کجه؟ آب اینجاست آب پایینه نوشابم I love you نوشابم رو آقا جدی دستشوی زنم رو درگیر کرد آهنگ میذاریم خب چهار تا میریم عقب حرفای من به توه تو باز حرفای تو به منه ایمان حرفای ایمان به ماست متوجه نمیشه آهنگ میذاریم چهار تا میریم جلو یا حالا من حرفای من به توه حرفای من میریم بابا مثلا الان نگاه آهنگ میذاریم چهار تا میریم عقب خواننده داره صحبت میکنه نیاز میگه چقدر خوبی دارم میگه حالا مزد برمیخورم میشه حرفه من میگه دیگه شانسی ببینیم چی میگه خب آهنگ اول برای آهنگ کجا زدی که آقا چهار تا آهنگ جدا نه همش رندومه خب الان حرفه کی به کیه اول من میزنم حرف من به سعیده حرف تو سعید من بگم رندوم نه باید بزنم اول وایسا ببینم اول من میگم بس من اول بعد میگم چیه خب الان این حرفای تو به منه کوروش داره بذار ببینم حرفای بهار به من چیه تو داشتی میدیدی چیه آهنگ نه آهنگ رو زدم نه عقب زد دیگه تو ببین باید چیز کنم باید چهار تا بزنی بره عقب بابا داستان اینه که آهنگی که من انتخاب میکنم من میگم چند تا بزنه جلوی آقا باش خب بگو الان من اونو میخواستم بگم نمیزنم خب بگو بگو تو دادگاه بر علیه هم استفاده یه لحظه اسکامش کجا رفت زر میذارم خدا چند تا بره جلو چند تا برم عقب سه تا بره جلو اگه چند بار زنده ام میخوام یه جوری زندگی کنم انگار قرار فردا صبح بمیرم حالا ما جدی نمیشه شد خود کسی نمیان ببی واقعیم من نه از این کوچیکا که گنده میگن از این کوچیکایی که گنده میگی نه میگه من از این کوچیکا نیستم که گنده میگم خب اوکی بعدی خب حالا واسه یه حرفای من به بهار چقدر برم جلو آقا 5 تا برو عقب نه عقب جلو میشه این دیگه 5 تا حرفای من به تو هستی اومد اسمت من سفید شد مام در جا هنوزم لب تر کنی زار میشم هر جا این به من و تو نفت حالا حرفای ایمام سعید من میگم 6 تا بره جلو 4 5 6 وای تدل او رد کردی باشی خدا روش چی؟ دلم دکم کن میری هوا پشمی تشواز فقط میری هوا ایمان منو دوست داشتی من با تو ازدواج کردم شکستشی خورده یعنی واقعا خب حالا حرفای ایمان به حرفای تو به ایمان 6 تا برو جلو اونی که نمیبره بی تو خوابش من ناجی واقعا ما اشتر خوب شده از بیم عزیزم یه برنه بیا دلم بیرونم بکن یک کاریش عالی بود آقا ما یکم استراحت کنیم آقا واقعا سرم درد میکنه جدی حالا از قیافم معلوم نی ولی پشت دینا فلاس دینا که چشپنگ گذاشت من مونده اینجا چی کار کنم بعد برم تو گوشی هم بیستاوی چی نه راجی میتونم غذاشونو بخورم ها پشماتو مریزه ولی بیدار شد بیدار شد مثل سک باهاشو میزنه به کمرم ولی بیدار شد خدایی نباید بخوادی مهمون اومده کرم بریزیم روش کرم بریز تو کرم بریز چی کار داری کنی پاشو سعید مهمون اومده سعید سعید پاشو بام پاشو خدای پاشو دامنشو بگیریم پاشو سعید پاشو هیولا به من ماجین تو رو خدا زید تو رو خدا بچه تو رو خدا پاره میشه بابا کلتو بیاریم ور آقا سجده بچه تو آخه میشه چیز
قیافت. بچه دیگه بچه دار نشین. سعید ریختی تو درش. سعید کیزا آشقارم بچه بچه دار میشه. چرا تو دهن؟ چرا اتاق دهن؟ چه خوشحاله. راضی بوده از اینکه سویل یه چی میدونست گاز میگرفت. یه زابت باشید دیگه بچه ها، منم اینا رو درست حسابی بیدار کنم و اینکه که وامو نگاه بریم بریم آقا بیاییم دیگه. آقا چطورید؟ آقا ما از بیکاری گفتیم یه تست شتاب دوباره بگیریم، تست سرون. ویدیویی که گرفته بودیم، ویدیو ماشین، خیلی گفته بودن چرا حالت اسپورتشو روشن نکردی. الان ما چه حالت اسپورت روشن کردیم؟ ماشین گاز بده، بچه داریم ما. بابا این دیگه خیلی بابا ولم کن بابا. وقتی سعید دکشو کرده دهنش دیگه بچه دیگه براش مهم نیست زندگی. یک دو سه جلو ماشین اومد، جلوم یه آلبوم پر از بچگی و تاپ ماشین هوا از اول آماده. یک دو بگیر. هر وقت گفتم صد شد. ده و پنجاه و یک یازده، یکی کمتر از یه ثانیه کمتر از اون چیزی که تو ویدیو زدی. من حالت اسپورتش هم روشن کردم. شب شد. کمرم سمت راستش درد میکنه. آجی ایمان اومد گفت من عمرم بخوابم، من اصلا خوابم نمیاد. یک ساعت ایمانم گرفت. آقا واقعا بعد از امروز من یه چیزی رو فهمیدم، جدی میگم واقعا دنا جا نداره. البته برای سرنشین جلو منطقی تره، ولی پشت الان تو پاهات تو کن بزوره، خیلی خیلی کوچولوه. آقا مهم نیست پشت به من، من خودم راحت بشینیم. اینا باشو نگرفتی؟ چقدر خور میزنی؟ کوف کنی نمیاد خوبی. من چه گوی بخورم؟ بس نه من فکر میکنم فکر کنی زره یکم با دور میفکر دور ماش میتونم اینو بزنم تو ماستا. چرا قیمه رو میریزی تو ماست؟ درد که بود بهتر، چی؟ گرم که بود بهتر بود. جالبی از اینه که من از اینجا قف کنم میتونیم از این ور درو بکنیم، برای افراد بیرون، از بیرون کسی نمیتونه درو بکنه. برای پشتم اگه مثلا بچه‌ای دارید بخواید درو قف کنید، من قفل کودکشو، قفل کودکشو باید فرق کنید. دلمه بخور بالا. ماستا قطعا میمونه، میریم خونه بعدم میخوریم. من اولین کاری که امشب برم خونه میدونی چیکار میکنم؟ اگه گفتی میخوام دراز میکشم تا صبح میگیرم میخواه، اونم رو تخت لنگام هم اینجوری پهن میکنم. البته حالا ما یه روز دو ماشین بودیم، حالا اونقدر نبودیم، ولی واقعا خوابیدن توی جای تنگ و تاریک و چیز زجرآور بود. کوروش ایسام سف 21 کید شد چیز سم میداره تو درش خواسته ببینیم افزار تو وای فقط رقص چیز چیه؟ تولد ایمان سرم درد میکنه. ناراحت شد سعید، ناراحت سعید ناراحت شد. چنی چنی عافیت باشه داداش. ببین بعضی وقتا میخوام بگم که من بعضی وقتا این هم بعضی وقتا فورس اینم از یوتیوب فارس. عاقبت ما 24 ساعت تو ماشینه. این چیه اومده؟ هوش مصنوعی و هوش مصنوعی.
بی‌تربیت شدن. چرا گفت باکی ما زشته این حرف؟ ولی چرا باید بگه باکی؟ آقا دمتون گرم. این بود از این ویدیوی چالش ما برای بچه‌ها. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دارم گوه میخورم. چالشایی که دوست دارین منو سعید بریم و حتما بگین. اگه دوست دارین ایمانو ببینین ایمانو بلاک بودید به من زنگ بزنید منم بیام بگا برم. گذاشت تو اولا اومدی رستوران نه من ناراحت بشم. دی 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 یس زمینو لیس بزن. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. استخونه کی رو درد گرفت؟ نه بگو نه. خدا نگه.